অ <laughs> Moগt نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگرده عزیز و گرامی سنف هفتم امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشید شاگرده عزیز به مضمون ریاضی خوش آمدین شاگرده عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هفتم میخوانیم درست است؟ فصل پنجم مسلس ها و زلی ها هستیم و درس چهارم امروز بخیر میخوانیم اما درس امروز ما و شما چی است؟ زاویه خارجی یک مسلس ما و شما میدانیم که یک مسلس سه تا زاویه داخلی دارد که او را ما میگیم چی؟ زاویه اما زاویه خارجی رو باید بگیم زاویه خارجی 100 فیصد خارجی را باید ذکر کنیم سعیست؟ اما زاویه داخلی را اگر داخلیش نگیم رو زاویه منظورش زاویه داخلی است اما زاویه خارجی چی است؟ باید فر تختم از شکل برد بکشم و تشریح کنم که زاویه خارجی به چه شکل میباشد درست است خب اما کارخانه درس گذشته رو با ما روان کردین از طریق چی روان میکردین از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 درست است اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانه دارید میتونید با ما شریک شوید شریک بسازید از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگردای عزیز میریم سر تخته ما زاویه خارجی رو برات با شکل توضیح میدم که چی است درست است پس بریم سر تخته خب شاگردای عزیز زاویه خارجی ما در یک مثلث امروز ما قرار است که با همدیگه بخوانیم درست است پس نوشته میکنم زاویه خارجی مثلث خب شاگرد عزیز ما و شما اگر یک مثلث دلخواه داشته باشیم من بکشم مثلث بنام مثال به این شکل A B و C زاویه هایی که ما و شما در مثلث داریم زاویه داخلی است زاویه A چون داخل مثلث قرار میگیره درست است B و C اما زاویه خارجی چی است اگر ما بیایم یک از امیز بیسی بی سی را فرق نمی کنه امیز بی سی از یک طرف ادامه بدیم مثلا من از سمت سی ادامه میتوم. امتداد بدیم سایست. یعنی زاویه که دی خارج جور میشه یعنی زاویه رو برش میگن زاویه خارجی صحیح پس ای سی سی داخلی رو من سی یک میمونم سی خارجی سی دو میمونم پس زاویه سی یک ما و شما داخلی است زاویه زاویه سی دو چی است زاویه خارجی است صحیح خب عالی پس در یک مثلث ما یک زاویه خارجی داریم ما میخوایم ثبوت کنیم که در یک مثلث زاویه خارجی میشه چی دقت کنید چگر در زاویه خارجی یک مثلث مساوی است با جمع زاویای داخلی غیر مجاور مجاور معناش چی بود مجاور گفته بوده مجاور م... یعنی چی نزدیک هم سایه پس C2 مجاور C1 است ما این کار نداریم C2 مفاهیم میشه با A جمع B یعنی زاویه A و B ما و شما اگر جنب بسازیم اما درجه اش درست است و چی میشه حاصل از جمع میشه دقیقاً زاویه c دو میشه چرا ما ایر صبوت میکنیم دقت کنید بهشک صبوت میکنیم پس دقت کنید شاگرد عزیز من میگم که زاویه C1 جمع زاویه سی دو چند درجه میشه؟ سی اک با سی دو دقیقاً یک چی میشه؟ یک تا خط راست میشه دقیقا یک خط مستقیم میشه خط مستقیم بر حسب درجه چند درجه است؟ ای این فهم میفهمین خواندیم دیگه نه؟ یک سد و اشتاد درجه آفرین پس سی اک جمع سی دو میشه یک سد و اشتاد. چون یک خط مستقیم یک سد اشتاد درجه است سیست؟ خب زاوی سی, سی جمع ا جمع B جمع ا جمع B میشه مجموع زوایای داخلی یک مثلث مجموع زوایای داخلی یک مثلث هم چند درجه است 180 اشا قبلی ما و شما بود درس گذشته بود دیگه نه مجموع زوایای داخلی ما و شما مثلث ما شما میشه 180 درجه هم. خب از این هر دو چه نتیجه میگیریم شاگرد عزیز دقت کنید n 180 با 180 مساوی است n 1 با 1 مساوی است سیست سیاک با سیاک مساوی است خب سی دو نتیجه میگیریم سی دو ما و شما باید با ای جمعی مساوی باشه دیگه چون سی با سی دو شده یک سدشتاد سی یک با ای اردو هم شده یک نتیجه میگیریم که سی دو با ای جمع بی مساوی است پس در نتیجه سی دو ما و شما زاویه خارجی ما و شما مساوی است با ای جمع بی سیست؟ پس یک قضیه است که در یک مثلث دلخوا زاویه خارجی ما و شما مساوی است با مجموع زوایای داخلی غیر مجاور سیست؟ پس ما می این میکنم پس خ... قضیه ما و شما چیست؟ در هر مثلث زاویه خارجی با مجموع زوایای داخلی غیر مجاور مساوی برابر است صحیح پس این قضیه را ما ثبوت کردیم در هر مثلث زاویه خارجی با مجموع زوایای داخلی غیر مجاور برابر است پس سی ما و شما چی است خارجی است با چی میشه با A جمع بی مجاورش سی اک میشه اما غیر مجاور ای و بی میشه صحیح این ثبوت یک ثبوت کردیم اما سوال تخته رو پاک میکنیم یک سوال با با چی با درجه با عدد مثال میزنیم که دقیق بفهمی پس ما تخته پاک میکنیم و سوال کار میکنیم شکل به ما شما به به بی صورت داده یک تا مثلث داده دقت کنید یک مثلث به شکل داده گفته ای, ای است ای بی است و یا سی است گفته در اینجا 90 درجه سی است هم گفته 120 درجه سی است زاوی سی دو ما شما گفته یعنی ای را در افت کنامش ایکس مانده درست است و ای را نامش وای مانده سی است گفته ایکس و وای دیشک دا دریافت کنید پس این شکل ما, ما و شما داده گفته x و y دریافت کنید خب این هم که زاویه بیام چند درجه است 90 درجه این شکلی که میکشیم یه 90 درجه است خب شاگرد عزیز چه رقمی رو کار میکنیم زاویه خارجی ما و شما چند درجه است 120 درجه اما فرمیدیم. زاویه خارجی مساوی است با مجموع زوای داخلی غیر مجاور غیر مجاور است یعنی ما وای کار ندارم یعنی دو x جمع 90 باید 120 شود پس نوشتم میکنم x جمع 90 باید چند شود باید یعنی زاویه خارجی شود چون یک نوید است یک ای ایکس است. ای هم هست ای نه میشه 120 درجه باید شوه. 120. خب ایکس با چند درجه با 90 درجه هم شود میشه چند درجه میشه چاگرد عزیز این میشه چند سی درجه دیگه سیست سی درجه با نوید درجه 120 درجه یا این به عنوان معادله کار کنیم معادله چرا خم است اینم بعد نکته براتون 90 درجه علامش مثبت است انتقال میدیم او بر علامش چی میشه منفی میشه پس ای میشه x مساوی است با 120 هم خودش حالا مثبت را ۹۰ را انتقال بیدیم، میشه منفی ۹۰ درجه. صحیح است؟ پس اکس ما و شما چی میشه؟ اکس ما و شما مساوی است در منفی ۹۰ درجه میشه ۳۰ درجه. صحیح پس اکس ما تانستیم، دریافت کنیم. پس اکس شد چند؟ ۳۰ درجه. اما وای هم گفته دریافت کنید. خب وای ما از دو طریق میتونیم دریافت کنیم از چی است از وای جمع 120 یک خط مستقیم میشه چند درجه میشه 180 باشه صحیح است پس وای جمع 120 مساوی با 180 یا از چی از مجموع زاویه های داخلی مثلث میتونیم دریافت کنیم این چند شده سی شده این هم 90 درصد دیگه سی جمع 90 جمع وای او هم با چند چند 180 از هر کدام کار کنیم فرقی نمیکنه یا از خط مستقیم کار میکنیم یا از مجموع زوایای داخلی مثلث کردوش چند بشه؟ 180 پس ما وای از هر دو طرف کار میکنیم از این اگه کار کنیم چی میشه وای جمع 120 باید چند شوه 180 درجه شوه صحیح است چرا چون یک خط مستقیم از یک خط مستقیم چند درجه است 180 درجه است خو این بر که 120 بمونه دیگه چی میمونه باید حساب کنیم دیگه نه میشه چند 60 درجه صحیح است خب پس بهش کار میکنیم وای مساوی است و 120 با مثل معادله 120 مثبت دو بار انتقال بده نشه منفی 120 پس وای مساوی است با 180 درجه منفی 120 درجه که وای ما و شما چند میشه؟ وای ما و شما میشه 180 منفی 120 میشه 60 درجه پس وای هم تانستیم دریافت کنیم پس ایکس ما و شما 30 درجه شد وای ما و شما 60 درجه سهیست؟ ما میتونستیم چرا وای از این طریق هم دریافت کنیم گفتیم نوشته کنیم وای جمع 90 جمع ایکس باید چند شد؟ 180 خوی خب ایکس هم که دریافت کردیم 30 دیگه پس وای جمع 90 جمع 30 میشه چند 180 خب 90 جمع 30 هم که همون 120 میشه دقیقا مشابه همین میشه و باز وای ماوش ما و شما چند درجه دریافت میشه 60 درجه صحیح پس شاگردان عزیز فهمیدیم چی شد دیگه نه چه درس امروز ما با شما چی است زاویه خارجی در هر مثلث که ما با شما زاویه خارجی رو بکشیم چی میشه با مجموع زاویه های داخلی غیر مجاور با هم چی میشه مساوی میشه یعنی این 120 ما شما با جمع هر باید مساوی شوه با این نه این مجاورش هست نه جمع هر دو باید چند شوه 180 شوه چون چی است یک خط مستقیم میشه درست است خب شاگرده عزیز مثال به این شکل است به ما و شما سوال داده گفته که پس مثال من نوشته میکنم این شکل به ما و شما داده این مثلث داده به ما و شما اینجا اف، اینجا بی است اینجا سی است این نام نامش دی گرفته گفته اینی شست درجه است انجام شست درجه است و اینی زاویه سی درجه است سیست حالا گفته x شما دریافت کنید این ایکس با ما شما داده گفته ایکس دریافت کنید 60 درجه 60 درجه 30 درجه و ایکس گفته دریافت کنید خب بریم چه هم کار میکنیم شاگرد عزیز بگیم که این 60 درجه باشه این هم 60 درجه باشه ما زاویه دی این نامش دی یک میمونم اینم چی میمونم دی دو زاویه دی یک من میتونم دریافت کنم زاویه دی یک چند درجه میشه زاویه دی یک جمع 60 درجه جمع 60 درجه باید چند شوه باید شوه 180 چرا 180 چون مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است پس پس 6 جمع 6 میشه 120 کدوزي باي چند باید باشه اینم باید باشه با 1 1 6 دیگه نه 6 6 60 میشه چند 180 پس ما یک نوشته میکنم. 180 درجه منفی 120 درجه دیگه چون این وای ای میشه چند 6 6 میشه 120 180 از این کم بکنیم. میشه چند درجه مابقی با ما درجه پس زاوی دی که ما و شما چند شد 60 درجه پس ما دی یک هم نوشتم دی یک شد 60 عالی شاگرد عزیز دی یک جمع دی دو یک تا خط مستقیم اگر نیست یک تا خط مستقیم شده دیگه خط مستقیم خط مستقیم چند درجه است 180 آفرین پس این هم باید چه 180 خب دی یک دریافت کردیم چند دی یک 60 درجه دریافت کردیم پس به جایش میمونم 60 درجه جمع دی دو مساوی است با 180 این دیدو است دیگه این دیدو است خب آل 60 دور انتقال بدین 60 علمش مثبت است دور انتقال بدین میشه منفی دقیقاً مثل چه معادله پس دیدو ما و شما میشه چند میشه 180 درجه منفی 60 درجه مساوی با 120 درجه پس دیاک دریافت کردیم 60 دیدو رو دریافت کردیم 120 خب دیدو شده 120 صحیح است آن x و c م... ایک... درجه است x هم میتونیم دریافت کنیم 120 با c میشه 150 درجه صحیح است 150 پس x ما و شما باید چند باشد x ما و شما باید باشد 30 درجه که شوه 180 هم از این طریق میتونیم دریافت کنیم هم از دی یک میتونیم دریافت کنیم دی یک دقیقاً شاگرد عزیز دقت کنید دی یک ما و شما زاویه خارجی مثلث ACD است دی یک زاویه خارجی مثلث ای سی دی است خارجی باشد میشه چی مجموع زوایای داخلی غیر مجاور سی جمع x باید شود دی یک از این میتونم دریافت کنیم از مجموع زوایای داخلی مثلث هم میتونم دریافت کنیم پس ما زاویه خارجی دریافت میکنم دی یک باید شود X جمع سی پس ما نتیجه میگیریم که دی یک ما و شما باید شود X جمع سی X جمع سی درجه است خب دی یک چند است دی یک دریافت کنیم دی یک دریافت کنیم 60 درجه پس به جای هم میمانیم 60 درجه مساویست با x جمع سی درجه خب شاگرده از یک معادله سی درجه مثبته در بر انتقال میدیم در کنار 60 میشه منفی سی درجه پس 60 درجه منفی سی درجه مساویست با x 60 منفی 30 چند نشه؟ سی درجه پس سی درجه مساوی است با x پس x هم ما شما چی تانستیم؟ دریافت کنیم درست است پس ما x از دو طریق میتونیم دریافت کنیم ما زاویه خارجی استفاده کردم یعنی دی دور ما اگه دریافت نکنیم و مشکل نیست ما از یک میتونم چی x دریافت کنم چون زاویه خارجی است سا. صحیح است فهمید چرا رقم شد نه خب شاگرد عزیز ما تختر پاک میکنم یک تا سوال بسیار مهم است که کار میکنیم به درس ما شما خلاص میشه درست است پس تختر پاک کنم ما شاگرده عزیز سوال آخر به شکل است ما اگر یک مثلث قائم یک مثلث دلخوا داشته باشیم شاگرده عزیز پس یک مثلث دلخوا ما داشته باشیم این مثلث ما و شما فیس مثلث دلخوا ما و شما است مثلث A B و C ما زاویه خارجی زاویه خارجی سی را من رسم کنیم براتون نه عالی ما میتونیم بر زاویه A هم زاویه خارجی رسم کنیم بر زاویه B هم رسم کنیم فقط فکرتون باشه همین دکتر ما من بهتون بگم که ما اگر یعنی زل بی سی رو ما از یک طرف ادامه میدیم از سی ادامه امتداد میدم یعنی زاویه خارجی میشه زل بیسی ما شما دیگه از این ور ادامه داده نمیشه فقط از یک طرف صحیح پس ما زل بیسی سی رو از سمت سی ادامه دادیم پس یعنی زاویه خارجی سی دو ما و شما یعنی سی یک است صحیح پس سی دو زاویه خارجی است آل زل دقت کنید شاگرد عزیز زل سی را از یک طرف از این ادامه نمیدین از این ور ادامه میدین صحیح از این ور ادامه میدین یعنی زاویه میشه زاویه ای دو ما و شما زاویه خارجی میشه ای میشه یک داخلی ای دو میشه خارجی و زل ای بی ما و شما از این بر که ای سی ای ادامه داشته از این بر حال ای بی را ما از این ور ادامه میدین صحیح است پس ما بیرم کمی بالاتر در این نوشته کنم یعنی نقطه بی است اول اینو عزیز برای ادامه بدم فیس پس این چی میشه میشه ب دو زاویه خارجی ما و ب زاویه داخلی ما و شما میشه پس هر مثلث سه تا زاویه چی داریم سه تا زاویه خارجی داریم c2 a2 دو، دو و b2 خب شاگرد عزیز یک تا کارخانگی است اینو باید کار کنین در مثلث دلخواه اگر بکشین شما زاویه خارجی رو با هم دیگه جمع کنین ارثیش را جواب چند درجه میشه اینو باید بفهمین این میشه چند 360 درجه وای ثابت است 360 درجه است اوکی فاهمیدید چرا شد دیگه نه پس مجموع زوای داخلی مجموع زوای خارجی هر مثلث دلخواه میشه 360 درجه خب شاگرد عزیز اگر به شک بکشین غلط میشه از پشتونه دقت کنید من دیدم بعضی شاگردا به شک میکشن مثلث ای بی و سی میگه م زاویه خارجی به از دو طرف دامه میته این زاویه خارجی این زاویه خارجی این غلط است صحیح چون ما اگه دیگار رو بکشم به این میشه دیگار از دو طرف بکشم به این میشه شش تا زاویه یک، دو، سه، چهار، 5 6 7 9 تا زاویه جور میشه یا غلط است زاویه خارجی گفتیم که به این شکل که ما بی سی برای ادامه دادم از او بر دیگه نباید ادامه بدم صحیح از این بر, بر, ای بر ادامه دادم از او بر ادامه نمیدم صحیح و بیرم از این بر ادامه دادم از ادامه ندادم صحیح پس زاویه به میشه او غلط شد پس شاگرد های عزیز درس امروز ما و شما خلاص شد زاویه خارجی رو خواندیم و یک نکته آخر هم در کارخانگی هست که مجموع زوایای خارجی یک مثلث چند درجه میشه؟ یک سد بخش درجه چرا سه سد درجه میشه؟ این باید شما ثبوت کنید البته من اگر راه نمایی ثبوتش بسیار آسان است ثبوتش بسیار آسان است چرا خم ثبوت میکنم؟ در دو طرق ما و شما میتونه ثبوت کنیم یک راه اول یک و دو چند درجه است با هم دیگه؟ 180 چون یک خط مستقیم میشه صحیح است و c با هم دیگه چند درجه است او هم یک خط مستقیم است میشه 180 درجه B1 و b هم چند درجه میشه 180 درجه عالی یا کلش خود داخلی و خارجی یا کلش با هم دیگه چند تا 3 تا 180 است 3 تا 180 درجه میشه 540 درجه صحیح است و حالا زوای داخلی یک مثلث چند درجه است 180 از 540 که 180 کم کنیم چند میمونه 360 درجه پس یک, را، یک راه، یک راهنمایی صحیح است پس این یک راه اما راه دیگه چی هست شما میتونید به این شکل کار کنید بگیم که سی دو مساوی است ان ار جمع ار دو ای دو مساوی است جمع ار دو دو هم جمع ار دو یعنی چی هر کدام از این زاویه داخل دو بار تکرار میشه پس میشه چند دو تا 180 درجه میشه چند 360 درجه صحیح است حال چه کار نداریم فقط در کارخانه گفته شما اندازه بگیرید و بگین چند میشه 360 درجه میشه درست است خب شاگرد عزیز درس ما شما خلاص میشه امروز خب شاگرده عزیز پس درس امروز ما شما خلاص شد زاویه خارجی یک مثلث هم کار کردیم و دیدیم که چی میشه زاویه خارجی در مثلث میشه مساوی و با مجموع زاویه های داخلی غیر مجاور درست پس کارخانگی ما شما چی هست تمرین های صفحه 128 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم دو سفر نخصد و شست و 5 درست است شاگرده عزیز پایان درس چهارم خب عزیزان مانده نباشین بخیر باشین وقت خوش خدا آفستان.